تصویر آرامش. پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل آرامش را به تصویر بکشد. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلوها تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در خاک می‌دویدند، رنگ کمانی در آسمان و قطرات شبنم بر روی گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلوها را بررسی کرد، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد. اولی دریاچه آرامی بود که تصویر کوه‌های عظیم و آسمان آبی در آن منعکس شده بود. در جای جایش می‌شد ابرهای کوچک و سفید را دید و اگر دقیق نگاه می‌کردید در گوشه چپ دریاچه رحمانی تاریک و ابرها، آبستن آذرخش، تگرگ و باران سیلاسا بودند. این تابلو با تابلوهای دیگری که برای مسابقه فرستاده بودند هیچ هماهنگی نداشت. اما وقتی با دقت به تابلو نگاه می کردید، در بریدگی صخره‌ای شوم، جوجه پرنده‌ای را می دیدید که آنجا در میان غرش وحشیانه طوفان آرام نشسته بود. پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام نمود که برنده جایزه بهترین تصویر آرامش تابلو دوم است و سپس توضیح داد آرامشان چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بی کار سخت یافت شود، بلکه چیزی است که می‌گذارد در میان شرایط سخت قلب ما همچنان آرام باشد. این تنها معنی حقیقی آرامش است. آرامش اولین نشانی اثبات حضور خداوند در درون شماست. پاراما هانسا یوگاناندا. بندگی راستین. جوانی گمنام عاشق دختر پادشاه شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی‌یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی جوان ساده و خوشقلب را دیده بود او را یافت و به او گفت پادشاه اهل معرفت است. اگر احساس کند که تو بنده ای از بندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد. جوان به امید رسیدن به معشوق گوشه گیری پیشه کرد و به عبادت و نیایش مشغول شد، به طوری که اندک اندک مجذوب پرستش گردید و آثار اخلاص در او تجلی یافت. روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد. احوال وی را جویا شد و دانست که جوان بنده‌ای با اخلاص از بندگان خداست. در همانجا از وی خواست که به خواستگاری دخترش بیاید و او را خواستگاری کند. جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد. همین که پادشاه از آن مکان دور شد، جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نامعلوم رفت. ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و به جستجوی جوان پرداخت تا علت این تصمیم را بداند. بعد از مدت‌ها جستجو را یافت و به او گفت تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آنگونه بیقرار بودی؟ چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست از آن فرار کردی؟ جوان گفت اگر آن بندگی دروغین که به خاطر رسیدن به معشوق بود پادشاهی را به در خانه‌ام آورد، چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانه خیش نبینم؟ راه و رسم عاشقی. یک عمر به خدا دروغ گفتم و خدا هیچگاه به خاطر دروغهایم مرا تنبیه نکرد. می توانست اما رسوایم نساخت و مرا مورد قضاوت قرار نداد. هر آنچه را گفتم باور کرد و هر بهانه‌ای آوردم پذیرفت.
هرچه خواستم عطا کرد و هرگاه خواندمش حاضر شد. اما من هرگز حرف خدا را باور نکردم. وعده هایش را شنیدم اما نپذیرفتم. چشمهایم را بستم تا او را نبینم و گوشهایم را نیز تا صدایش را نشنوم. من از خدا گریختم، بی خبر از آن که او با من و در من بود. میخواستم کاخ آرزوهایم را آنطور که دلم میخواست بسازم، نه آنگونه که خدا میخواست. به همین دلیل اغلب ساختهایم ویران شد و زیر خروارها آوار بلا و مصیبت مدفون شدم. من زیر ویرانه های زندگی دست و پا زدم و از همه کس کمک خواستم، اما هیچ کس فریادم را نشنید و هیچ کس یاریم نکرد. دانستم که نابودیم حتمی است. با شرمندگی فریاد زدم: خدایا، اگر مرا نجات دهی، اگر ویرانه های زندگیم را آباد کنی، با تو پیمان می‌بندم هر چه بگویی همان را انجام دهم. خدایا نجاتم بده که تمام استخوان‌هایم زیر آوار بلا شکست. در آن زمان خدا تنها کسی بود که حرف‌هایم را باور کرد و مرا پذیرفت. نمی‌دانم چگونه، اما در کمترین مدت خدا نجاتم داد. او مرا از زیر آوار زندگی بیرون آورد و به من دوباره احساس آرامش بخشید. گفتم: خدای عزیز، بگو چه کنم تا محبت تو را جبران نمایم؟ خدا گفت: هیچ، فقط عشقم را بپذیر و مرا باور و بدان در همه حال در کنار تو هستم. گفتم: خدایا، عشقت را پذیرفتم و از این لحظه عاشقت هستم. سپس بی آنکه نظر او را بپرسم به ساختن کاخ رویایی زندگیم ادامه دادم. اوایل کار هر آنچه را که لازم داشتم از خدا درخواست می کردم و او نیز فوری برایم مهیا می نمود. از درون خوشحال نبودم. نمی توانستم هم عاشق خدا باشم هم به او بی توجه. از طرفی نمی‌خواستم در ساختن کاخ آرزوهای زندگیم از خدا نظر بخواهم، زیرا سلیقه‌اش را نمی‌پسندیدم. با خود گفتم: اگر من پشت به خدا کار کنم و از او چیزی درخواست نکنم، بالاخره او هم مرا ترک می‌کند و من از زحمت عشق و عاشقی به خدا راحت می‌شوم. پشتم را به خدا کردم و به کارم ادامه دادم تا اینکه وجودش را کاملاً فراموش کردم. در حین کار اگر چیزی لازم داشتم از رهگذرانی که از کنارم رد می شدند درخواست می کردم. عده‌ای که خدا را می دیدند با تعجب به من و به خدا که پشت سرم آماده کمک ایستاده بود نگاه می کردند و سری به نشانه تأسف تکان داده و می گذشتند. اما عده دیگر که جز سنگ های طلایی قصرم چیزی نمی دیدند به کمکم آمدند تا آنها نیز بهره‌ای ببرند. در پایان کار همانهایی که به کمکم آمده بودند از پشت خنجری زهرآلود بر قلب زندگیم فرو کردند و همه اندوخته‌هایم را یک شبه به غارت بردند و من ناتوان و زخمی بر زمین افتادم و فرار آنها را تماشا کردم. آنها به سرعت از من گریختند، درست همانطور که من از خدا گریختم. هرچه فریاد زدم صدایم را نشنیدند، همانطور که من صدای خدا را نشنیدم. من که از همه جا ناامید شده بودم باز خدا را صدا زدم. قبل از آن که به خانمش کنار من حاضر بود گفتم: خدایا، دیدی چگونه مرا غارت کردند و گریختند؟ انتقام مرا از آنها بگیر و کمکم کن که برخیزم. خدا گفت: تو خود آنها را به زندگیت فراخواندی. از کسانی کمک خواستی که محتاج‌تر از هر کسی به کمک بودند. گفتم: مرا ببخش،
من تو را فراموش کردم و به غیر تو روی آوردم و سزاوار این تنبیه هستم. اینک با تو پیمان می‌بندم که اگر دستم را بگیری و بلندم کنی، هرچه گویی همان کنم. دیگر تو را فراموش نخواهم کرد. و خدا تنها کسی بود که حرفها و سوگندهایم را باور کرد. نمی‌دانم چگونه، اما متوجه شدم که دوباره میتوانم روی پای خود بایستم و به زودی خدای مهربان نشانم داد که چگونه آن دشمنان گریخته مرا تنبیه کرد. گفتم خدای عزیزم، بگو چگونه محبت تو را جبران نمایم. و خدا پاسخ داد هیچ، فقط عشقم را بپذیر و مرا باور کن و بدان بی آن که مرا بخوانی همیشه در کنار تو هستم. پرسیدم چرا اصرار داری تو را باور کنم و عشقت را بپذیرم؟ خدا گفت اگر مرا باور کنی خودت را باور میکنی و اگر عشقم را بپذیری وجودت آکنده از عشق میشود. آن وقت به آن لذت عظیمی که در جستجوی آن هستی میرسی و دیگر نیازی نیست خود را برای ساختن کاخ رویاهایت به زحمت بیاندازی. چیزی نیست که تو نیازمند آن باشی، زیرا تو و من یکی می شویم. بدان که من عشق مطلق، آرامش مطلق و نور مطلق هستم و بی نیاز از هر چیز. اگر عشقم را بپذیری تو نیز نور، آرامش و بی نیاز از هر چیزی خواهی شد. اگر گوشه ای از داستان زندگی من برای شما نیز صادق است، تنها بدانید که او همیشه آنجاست، در کنار شما، مشتاق برای یاری رساندن به شما. عشق او را بپذیرید.